نظامی که دست در سری ملت بکشد، نظامی که ملت را در آغوش بگیرد، نظامی که بر سر ملت دست بکشد و او را نوازش بکند. زمر اسلامی امارت مسئولین، مشران، وزیران، امیر المؤمنین سخنیول بیا راغه اخره پوری الحمدلله ټول پشپا او راز خپل ملت خدمت ته ولای. کومګه وګورو دغه نن افتتاح د دغه عظیم پروژې دا زموږه د خپل ملت لپاره یو لوی پیغام ده او د دنیا والو لپاره هم یو پیغام شته. هغه دا چې تر اوسه پورې زموږ په دې ملک کې څومره انقلابونه راغلي دي او در بدره وو، زموږ دغه ملت نه توانېده چې داسې عظیمې پروژې په مخ بوزي. له کابل څخه د هوا جنوبی ولایتونو ته د غزیدلو موضوع لاره به د برېښنا انتقال تامین کړي چې افغانستان به یوازې د وارداتي برېښنا د قیمتونو په ترڅ کې په کلنی ډول له 200 میلیونه ډالره زیات بچت ولري. د دې پروژې په وصل سره چې د هیواد کومه صنعتي او اقتصادي پایه ترخي او د هیوادوالو لپاره د کاري زمینې په برابرولو کې چې کوم رول لري د هغو محاسبات بیل دي. خوبیایی که این پروژه داره، در این پروژه تقریبا افغان انویست شرکت آمدن و بسیار افتخار دارند که 13 سرمایه گذار کشور ما در او امرای ما برادر پشتون ما هست، برادر تاجک ما هست، برادر ازبک ما هست، برادر هزاره ما هست، از هم اقوام محبوب و سربلند افغانستان حضور دارند. یک جا آمدیم به حمایت حاجی ملا صاحب بزرگوار که جا حضور داره. نو الحمدلله څنګه چې زمون شرکت او د نورو شرکتونو چې د زړه کړي دي د اسلامي امارت په مشرانو باندې چې دي پوره یقین او باور کړي دي، هغه ورته زمينه سازي جوړه کړي ده، راغلي دي د خپل شرکت د شخصي لګښت نه چې دي افغانستان کې سرمایه گذاري کوي. نو خوشاله یو ته الله جل شانو دي افغانستان آباد لري، اسلامي امارت دي آباد.
یاد خداوند متعال. سلام وطندارای مهربان، امیدوار هستم صحتمند و تندرست باشین. انشالله که شب و روزتان به کام دلتان سپری شوا. تشکر از شما وطندارایی که همواره به خاطر تماشا 34 افغانستان انتخاب کردین. ما هم تلاش میکنیم از نقاط مختلف افغانستان و همچنان از نقاط مختلف کابل برنامه داشته باشیم. امروز هم یک گزارش ویژه داریم. من تشکری خاص میکنم از مقامات امارات اسلامی افغانستان. واقعا مقامات امارات اسلامی افغانستان شخصیت های دلسوز، مهربان و وطن دوست هستند. قسمی که شما در جریان هستین وطندارای مهربان، در هر نقطه افغانستان گپ از ساخت و ساز و آبادی جریان داره. امروز هم یک گزارش ویژه داریم در مورد برق است. برق یکی از ضرورت های عمده است. آل فضل خدا پروژه انتقال 500 کیلووات شبرغان الی دشت الوان جریان داره. در این افتتاح مقامات امارات اسلامی افغانستان، ملا صاحب برادر و همچنان رئیس برشنای افغانستان حضور داشتن. ای از شبرغان شروع میشه و ارغندی و همچنان دشت الوان ولایت زیبای بغلان خاتمه میابه و قسمی که دلا بلای گپ زدن ما تصاویر شما مشاهده میکنید، یک استشن بسیار بزرگ ساختن. این استشن ظرفیت برق بسیار بالا میبره و وطندارای ما از ضعیفی برق خیلی شکایت داشتن و همیشه گاهی وقت پرچاوی برق شوه و از استشن استفاده شوه و روز شاید باشیم امارات اسلامی افغانستان قادر به این شوه که بزرگترین بند برق در افغانستان بسازه و در کشوری که برق باشه در اوجه پیشرفت هم زیاد میشه و همچنان مردمهاش هم روشن فکر میشه دیگه. واقعا در هر نقطه افغانستان گپ از ساخت ساز است، گپ از آبادی است، گپ از ترقی است، گپ از پیشرفت است. هر افغان با دیدن ویدیوهای ساخت و ساز افتخار میکنند. افتخار به این که افغانستانی که سالها درد کشیده، افغانستانی که سالها جنگ دیدم. این فصل نامگذاری میکنیم فصل آبادی افغانستان و با آمدن امارات اسلامی افغانستان دو سال و چند ماه است که میگذرن، اما امارات اسلامی افغانستان نو حاکمیت روی دوست گرفته بود. خیلی باور وطندارای ما نمیشد که امارات اسلامی افغانستان قادر به این شود که بزرگترین پروژه را تطبیق کنه. گرچه تحریم امریکا و دیگر کشورهای همپیمانای امریکا بالای افغانستان تحریمات وضع کرده، اما باز هم امارات اسلامی افغانستان با مو پشت کارشان، با مو زحمتشان، با مو تلاششان که وطن دوستی که در وجودشان از پروژه های بزرگ تطبیق کردند و همچنان از سرمایه افغانستان استفاده در صورت گرفت و امارات اسلامی افغانستان تصمیم داره که بالای دریای کنر بند برق بسازه و همچنان بالای دریای پروان و همچنان دیگر دریایی که در افغانستان وجود داره که قابل بند برق است و همچنان بند آبگردان میسازه. این است که امید پیدا میشه به این وطن و امید به این پیدا میشه که افغانستان روز شاید باشیم که کم از کشورهای همسایه و همچنان کم از کشورهای اروپایی نخواهد بود. گرچه فضل خدا امیال مثل کشورهای اروپایی است، تعمیرهایی است که ساخت و سازهایی است که در اروپا شاید مشاهده نشه، اما در افغانستان است فضل خدا. و جوانای ما مزی وطن نره به می وطن بانن و وطن بسازن. گرچه اکثرت جوانای ما رفتم نظر به یک مشکلات و چالش هایی که بود در مرشان با کسایی که در افغانستان هستن، خدمت کنین به می وطن خود، به می وطن خود بانین. این وطن که ما شما نسازیم، خارجی ها خوب با ما نمی سازن. اگر می ساختن در 20 سال، در 30 سال می ساختن، اما معلوم دار بود که نساختن. بیاییم دوست با هم بدهیم این وطن را بسازیم. شما را دعوت میکنم به بسته تصویری دوباره برمیگردیم. پروژه
پروژه انتقال لین برق 500 کیلووات شبرغان الی دشت الوان و دشت الوان الی ارغندی و پروژه انکشافی سبستیشن دشت الوان در جریان یک مراسم ویژه از سوی معاون اقتصادی ریاست الوزراء، وزارت آب و انرژی، رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنا الحاج محمد حنیف حمزه آغاز و افتتاح شد. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء طی سخنرانیش در این مراسم گفت که این پروژه از نیازهای مبرم مردم بوده است و در اولویت کاری امارت اسلامی افغانستان قرار دارد. در چی برشنا از امور در هیواد یو مبرم ضرورتی اسلامی امارت در دیر و بنسطیز و کارونو پا پرتلا اولیت ور کری اولا پانگوالو یه وشتنه کلیه چه پا دغه سکتور که سرمایه گذاری وکلی. همچنین عبدالقاهر عابد رئیس برنامه های شرکت برشنا در مورد این پروژه معلومات داده و به ارزش آن نیز در طی سخنرانیش تاکید کرد. در 1500 کیلووات در انرژی در انتقال پروژه ده که در ترکمنستان هیواد سه با افغانستان تا بگی انرژی انتقالیگی او دا پروژه دری لاتون امانی تقسیم شو باق وقتی یوی دا قینی دا بندر سخا تر شبرغان پوری دا یو لاتو چاگه تکمیل شو مکمل طول کارونه تکمیل شوی دی دو هم لاتی دا شبرغان تر دشتالوان پوری دا منگ و تاسی بکم سبستیشن که ناس درزی پوری دا او بل لاتی دریم لاتی د دشتالوان څخه شروع کیږي د ارغندې د سبستیشن نه پورې. از سوی هم در جریان این مراسم ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی، الحاج خلیل رحمان اقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عبدت کنندگان، دکتر فاروق اعظم مشاور وزارت آب و انرژی، مولوی عبدالرحمن رحمانی رئیس عملیاتی شرکت برشنا، والی بغلان و شماری دیگر از اشتراک کنندگان در مورد ارزش این پروژه حیاتی سخنرانی کردند. دغه عظیم پروژه سی یو په بل پسې افتتاح کیږي. دغه اول دنیاوالو ته پیغام دی دې ده چې کله صالح قیادت او مخلص خلق هغه یو کار ته لاس واچوي، هغه د دنیا د پوهانو د دنیا د حکومتو په تحلیلو باندې بیا نه کیږي، بیا که ډیر کم امکانات هم وي چې اخلاص وي هغه کار مخته ځي. د افغانستان په موجوده په ټولې هر هغه اړخیزه کارونو کې برق ته لومبی ډېر ضرورت دی. موجوده برق سره زموږ زراعت، زموږ ټوله انرژي، زموږ ټول صنعت، ټوله سوداګري، ټوله زراعت هر څه او د دې سره تړلی دي. دولت اولیتونه تشخیص کړي دي او بیا شخصي تشبث ته وایي راسي. هغه حالت چې موږ ډېر وخت په دې باندې خصوصا تعلیم یافته طبقه متیقینه و چې بغیر د خارجي کومک د ملک نسي اباد کېدی، نن امارت دا وښول چې نه، که یو سم د سوزانه کار وسي په خپلو مچو هم دا وطن اباد کېدی سي. موږ په ټول افغانستان کې ډېرې پروژې لرو چې هغه ځینې په تکمیلیدا دي او ځینې د پروسس لاندې دي. این ملت ایستاد میشه در پشت نظامی که قدر این ملت رو بداند، نظامی که دست در سر این ملت بکشد، نظامی که ملت رو در آغوش بگیرد، نظامی که بر سر ملت دست بکشد و او را نوازش بکند. در دغه پروژه سلپسل که حمایت که و در اسلامی امارت چه کما کابینه دلتا کمل کده او که نظامی ده او که از مجد در بغلان ولس ملت ده، مجد در دغه پروژه حمایت که و زمر د اسلامي امارت مسؤولین، مشران، وزیران، د امیر المؤمنین څخه نیولی بیا تر هغه اخره پورې الحمدلله ټول په شپه او ورځ د خپل ملت خدمت ته ولاړ یو. خوبیایی که ای پروژه داره، در ای پروژه تقریبا افغان انویست شرکت آمدن و بسیار افتخار دارند که 13 سرمایه گذار کشور ما دو امرای ما، برادر پشتون ما هست، برادر تاجک ما هست، برادر ازبک ما هست، برادر ازاره ما هست، از هم اقوام
محبوب و سربلند افغانستان حضور دارن. یک جا آمدیم به حمایت حاجی ملا صاحب بزرگوار که اینجا حضور داره. نو الحمدلله څنګه چې زمون شرکت او د نورو شرکتونو چې دی زړه کړی دی د اسلامی امارت په مشرانو باندې چې دی پوره یقین او باور کړی دی، هغې ورته زمینه سازی جوړه کړې ده. راغلی دی د خپل شرکت د شخصي لګښت نه چې دی افغانستان کې سرمایه‌ګذاري کوي. نو خوشحاله یو ته الله جل شانهو دی افغانستان آباد لري، اسلامی امارت دی آباد لري. گفتنی است که اخیراً پروژه‌های مهم دیگر شرکت برشنا در سطح کشور از سوی انجینران تکنیکی این شرکت تکمیل شده است که پروژه انتقال لاین برق کجکی لاکندهار، نوسازی سرکت برق 200 کیلووات مسیر میدان وردک، ارغنده و خزنی، سبستیشن چمتال بلخ و شبکه برق رسانی میوند کندهار از این جمله بوده است که عامل انکشاف تجربه‌های تکنیکی و معیاری در سطح کشور حساب می‌شود. علیکم سلام جان، خوب هستین؟ شکر زنده باشی. خدا معرفی میکرد، نام من عبدالحد اوتکی هستم، یکی از مسئولین انجینری برق. اوتکی صاحب، امارات اسلامی افغانستان لاین 500 کیلووات شبرغان الا دشت الوان بغلان افتتاح کرد و امارات اسلامی افغانستان تصمیم داره که بزرگترین بند برق در افغانستان بسازه، بالای دریای کنر و همچنان بالای دریای پروان. چقدر اقدام خوب است؟ بهترین اقدام است، چون خود ما میبینیم ما امروز با کمبود برق مواجه هستیم. اگه خانه هاست، اگه فابریکا هاست، اگه شرکت هاست، تمامش با کمبود برق مواجه است و باید اقدام خوب است تا که میتونن این را گسترش بده. و یک بند برق داریم که بند برق حرارتی از طرف 500 فامیلی فعلا کار از او استاد است. اگر او تکمیل شوه، یا اگرچه مصرفش بالاتر است ولی بهتر میباشه، اما بند برق آبی جور کردنش هم سرمایه بلند میخواید، هم وقت زیاد میخواید. با گفته ما مردم شاید آسان تر باشه، ولی کسی که در این مسلک است خیلی مشکل است. و بازم تقاضا داریم که بی بند برق جور شود. همچنان رئیس عزیزی بانگ میرویس عزیزی چند روز پیش در ولایت هرات در ولسوالی زندهجان گفت که تا 10 میلیارد دلار هم سرمایه گذاری میکنم در بخش تولیدات و انرژی برق. و انشالله که بند برق ساخته شود در بالای دریای کنر، آب ها چقدر مدیریت می شود؟ ای خوب است، هم با وطن ما خوب است، چون آب از روی پس ما با کشت و زراعت با خود ما از برق گرفته تا تمام مواد خوراکه و اولیه میتونیم پس از این تهیه کنیم، که هم از آبش هم برق تولید میشه و هم دهقان میتونه استفاده کنه. بله، ضرورت نداریم با کشور همسایه دیگه. حتما میتونیم، اگر کس اقدام کنه، وقت اقدام باشه بهترین کار است. چون اکثریت مشکلات باشنده های کابل نبود برق است. بله، خود ما امیال با کمبود برق مواجه هستیم. خب اطلاع است که هر کس فعلا سولار سیستم برآمده در خانه خود داره، خب بازم هرچی نباشه با برق شهری نمیرسه. با فضل خدا افغانستان تمام چیزا داره، آفتاب خوب داره، باد خوب داره، آب داره، تمام چیز است، فقط مدیریت داره. فقط مدیریت و احساس ما مردم. یعنی خواهش ما همیشه همی است که مردم ما کم متوجه باشه. یعنی عبور مرور میکنیم میبینیم مردم خیلی بی‌توجه است در مقابل برق، سرک، راه، هر جای. و خوبی امارات اسلامی افغانستان است که نه شرق میگه نه جنوب میگه کار میکنه. بله، این گپ نیست، شکر فضل خدا فعلا که تو تاجک شدی، ما پشتون هستم، یا تو هزاره هستی. مثلا سابقی گپ ها زیادتر وجود بود، شاید خودتان خبر باشین، در پنتونا البته زیادتر بوده
مبارک. حال شکر فضل خدا از بین رفته. آرزوی چی از وطن است؟ آرزوی ما فقط همی است که وطن ما آباد باشه و از جوانان میخوایم که همیشه تلاش کنن و کوشش کنن. بخیر. خواهش میکنم. خانم بخیر باشه. هموطنان مهربان، قسمی که شما مشاهده کردین و بسته تصویری را مشاهده کردین، ما هم ناگزیر هستیم خداحافظی کنیم. این بود داشتن برنامه تا برنامه دیگر. تا دیدار دیگر، شما را بختوان یکتا میسپاریم. شب و روزتان خوش. الان یادار شما.